در ادامه آموزش نرم افزار رشنان روز کار خودمون رو با معرفی چگونگی رسم نمودارهای مؤلفه یا کامپوننت پی میگیریم. در این قسمت یک مقدمه اصلا میخواییم بگیم در مورد کامپوننت، اصلا نمودار مؤلفه چی هستش؟ ابزارهای رسم یک نمودار کامپوننت رو مشخص میکنیم و رسم میکنیم و نشونتون میدیم و بعد هم یک نمودار مؤلفه با همراه یه مثال رسم و بررسی میکنیم. اول میخواییم ببینیم که به صورت مقدمه میخواییم تعریف کنیم ببینیم که یک نمودار کامپوننت چی هستش؟ نمودار مؤلف بر روی ساختار سازماندهی فیزیکی یک سیستم متمرکز هستش. در واقع کامپوننت ها یه سری واژه های فیزیکی کد هستن که میتونن حاوی یه سری سورس کد ها و فایل های زمان اجرا باشن. مثلا ما در زبان C++ دو تا فایل داریم، یه سری فایل های کتابخونه ایمون یا .h هستن و یه سری فایل هایی هستن که ما مربوط به برنامه نویسیمون هست .cpp که هر کدوم از اینها یه سری فایل مؤلفه جدا هستن. یه فایل .exe هم که بعد از کامپایل ممکنه که ایجاد بشه، اون هم خودش یک فایل مؤلفه جداگانه محسوب میشه. در نمودار مؤلفه کامپوننت های مختلف و روابط بین اونها مشخص میشه که حالا ما صحبت میکنیم که انواع مؤلفه هایی که وجود دارن و روابط بین اونها رو مشخص میکنیم. اما حالا در خود نرم افزار رشنال میریم میبینیم که ابزارهای رسمی نمودار کامپوننت کدوما هستن. همینطوری که میبینید، من برای اینکه بخوام یک نمودار کامپوننت رو تعریف بکنم و نشون بدم، کافی هستش که در قسمت کامپوننت ویو کلیک راست بکنم، نیو رو انتخاب بکنم و کامپوننت دیاگرام رو انتخاب کنیم و حالا یه اسمی بهش میدیم که این مربوط به کامپوننت های یونیورسیتی هستش، دانشگاه هست، اسمشو کامپ یونی میدیم، دابل کلیک میکنیم و بهمون نشون میده. با استفاده از ابزارهایی که این بالا هم هستش که دیاگرام هامون رو مشخص میکنیم، در قسمت بروز کامپوننت دیاگرام میتونیم دیاگرام های کامپوننت که وجود داره رو ببینیم، حذفشون کنیم و یا اینکه بیایم و اونها رو نامشون رو تغییر بدیم و حالا کارهای دیگه‌ای که ممکنه که بتونیم انجام بدیم. خب الان من در قسمت کامپوننت یونی هستم. کامپوننت هایی که مربوط به دانشگاه هستن رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. قبل از این که بیایم در مورد رسم یک کامپوننت واسه دانشگاه صحبت کنیم، بیایم ابزارهایی که رسم این دیاگرام در اختیار ما قرار میده رو با هم بررسی میکنیم. با این 4 تا ابزار ابتدایی که قبلا آشنا شدیم، ابزار بعدی کامپوننت هستش که نشون دهنده یه سورس کد، یک کد فایل باینری یا فایل های اجرایی و اگزه هستش. ابزار بعدی پکیج هستش که یک پکیج میتونه شامل چند تا کامپوننت باشه. در واقع پکیج ها یه بسته هایی هستن که میتونن چند نوع داده‌ای مختلف رو در داخل خودشون نشون نگهداری بکنن. مثلا ما میتونیم چند تا کلاس رو در داخل یک پکیج نگهداری کنیم، چند تا کامپوننت رو در داخل یک پکیج نگهداری بکنیم. ابزار بعدی ابزار دیپندنسی هستش که این ابزار رابطه دیپندنسی، توسط این ابزار ما میتونیم ارتباط بین دوتا مؤلفه یا دوتا کامپوننت رو در نمودارمون ایجاد بکنیم. در مورد این دیپندنسی حالا بیشتر صحبت میکنیم و در مورد نحوه رسمشون و نحوهی چجوری که چطور کامپایل میشن، این رابطه خیلی برای ما مهم هستش. یه قسمت دیگه ای داریم، یعنی یه قسمت به اسم ساب پروگرام سپیکیفیکیشن و ساب پروگرام بادی هستن که این دوتا مؤلفه هایی هستن که روتین هایی که برنامه قرار هستش انجام بده رو در اینها قرار میدیم. ولی توجه کنید که توی این قسمت یک کلاس، تعریف های کلاس ها در این قسمت ساب پروگرام بادی و ساب پروگرام اسپیکیفیکیشن قرار نمیگیره. قسمت بعدی قسمت مین پروگرام هستش، دقیقا همون چیزی که توی زبان سی و سی پلاس پلاس داشتیم. همیشه یه دونه قسمت مین یا اصلی داریم که بقیه توابع در داخل این قسمت مین بازیابی میشن که میتونیم اون رو استفاده بکنیم و فقط هم حتما باید حواسمون باشه که یه دونه مین پروگرام بایستی انجام بشه. این دوتا قسمت پکیج بادی و پکیج اسپیکیفیکیشن در واقع مؤلفه های جهت پیاده سازی یک کلاس محسوب میشن. در زبان سی پلاس پلاس یک فایلی که به صورت .h هستش توسط پکیج اسپیکیفیکیشن مشخص میشه و فایل هایی که به صورت .cpp هستن به صورت پکیج بادی مشخص میشن. پس
اسپیکیفیکیشن ها در واقع همون فایل هایی هستن که فایل های کتابخونه ما در داخلشون قرار میگیره و بادی ها هم برنامه هایی هستن که ما می نویسیم. در مورد رابطه دیپندنسی هم اینجور هستش که شما قبل از اینکه بخواید یک فایلی رو یک برنامه رو اجرا بکنید باید به فایل های کتابخونه اون دسترسی داشته باشه، یعنی قبل از اینکه قسمت پکیج بادی کامپایل بشه بایستی پکیج اسپیسیفیکیشن قبلش کامپایل شده باشه. پس این رابطه دیپندنسی این قسمت رو به ما نشون میده. قسمت بعدی تسک بی اسپیسیفیکیشن و تسک بادی هستش. توی این دوتا قسمت برای نمایش پکیجایی به کار میرن که رشته های کنترلی مستقلی دارن. مثلا اگه یه تسک متفاوت از یه پکیجی کامپایل بشه میتونیم یه فایل تعریف کلاس هم به اون تسک به اون وظیفه ارتباط بدیم. معمولا یه فایل اجرایی مثلا مثل فایل های اگزه رو ما به صورت تسک اسپیسیفیکیشن تعریف میکنیم و نمایششون میدیم. خب حالا بریم سراغ سیستم دانشگاهمون. میخوام ببینیم که چطور میتونیم برای سیستم دانشگاهمون یک نمودار کامپوننت تعریف بکنیم. اولین کاری که میکنیم بایستی کامپوننت ها که وجود داره رو و ما میشناسیم، بهتره که از خود ابزار کامپوننت هم استفاده کنیم. از این قسمت های اسپیسیفیکیشن هم میتونیم استفاده بکنیم، نه اینکه نشه، ولی خب از کامپوننت که استفاده بشه در واقع سورس کد هامون درست در جای خودشون قرار میگیرن و ما الان نمیخوایم فایل های برنامه نویسی رو انجام بدیم. ما میخوایم ببینیم که در قسمت انتخاب واحد به چه صورتی این کار انتخاب واحد انجام میگیره. نگاه کنید، اولین چیزی که وجود داره من اینو انتخاب میکنم. ما اول وارد یه کامپوننت ایجاد میکنیم. این کامپوننت بایستی شامل یه سری سورس کد ها باشه. مثلا سورس کدی که من میخوام توی این کامپوننت اول قرار بدم منوی شخصی خود اون دانشجو هستش، اطلاعاتی که لازم هستش برای اینکه مربوط به اون دانشجو هست، اطلاعات شخصیش و حالا سورس کد هایی که برای اون صفحه منوی شخصی دانشجو بایستی وجود داشته باشه. این حالت هستش. خب قبل از اینکه و بعد منوی شخصی دانشجو وقتی که اجرا میشه یک کامپوننت دیگه میتونم تعریف بکنم به اسم منوی انتخاب واحد. خب حالا سوال اینجا پیش میاد که منوی انتخاب واحد و منوی شخصی دانشجو چجور به هم متصل بکنم، به چه نحوی به هم متصل بشن. میگیم که چون منوی انتخاب واحد رو فقط وقتی میتونم انتخاب بکنم که وارد صفحه شخصی دانشجو شده باشم، یعنی منوی شخصی دانشجو باید اجرا شده باشه تا من بتونم انتخاب واحد باستش انجام بدم، باید اون یوزر و پسورد وارد شده باشه. پس میام با استفاده از دستور دیپندنسی به این صورت منوی انتخاب واحد رو به منوی شخصی دانشجو متصل میکنم. این مفهومش چی هستش؟ میگه قبل از اینکه انتخاب واحد اجرا بشه شما باید منوی شخصی دانشجو رو باز کرده باشید و این انتخاب ها بایستی انجام شده باشد. خب وقتی که انتخاب واحد دانشجو رو باز کردید و دروستون رو انتخاب کردید، کاری که انجام میشه چی هست؟ چون ما داریم به صورت کلی این رو بررسی میکنیم، وصل میشیم به یه سیستم حسابداری که بیاد شهریه ما رو برامون مشخص بکنه، ببینه که چقدر بایستی ما به اصطلاح شهریه واریز بکنیم. پس قبل از این که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، یعنی وارد منوی انتخاب واحد دانشجو بشیم، باید وارد سیستم حسابداری بشیم. یعنی سیستم حسابداری قبلش باید چک کنه ببینه که ما آیا بدهی داریم، چقدر میزان بدهی یک دانشجو به چه میزان هستش. سیستم حسابداری این کار رو میکنه. چطور این کار رو انجام میده؟ به این صورت که میره در داخل امور شهریه ازش یه بکاپ میگیره و میزان شهریه دانشجو رو مشخص میکنه. پس یه قسمت هم باید تعریف بکنم به اسم امور شهریه و با استفاده از دیپندنسی اون رو به سیستم حسابداری متصل میکنم. از طرف دیگه بایستی وقتی که من این کار رو انجام دادم، یعنی شهریه از طریق امور شهریه، اول باید سیستم حسابداری اجرا بشه. سیستم حسابداری که اجرا شد با استفاده از امور شهریه میاد چک میکنه ببینه که چه مقدار بدهی وجود داره. انتخاب وقتی که سیستم حسابداری مشخص شد مقدار انتخاب واحدش، بعد میریم در داخل منوی انتخاب واحد و انتخاب واحد رو انجام میدیم. انتخاب واحد زمانی انجام میشه که ما وارد منوی شخصی دانشجو شده باشیم. پس بایستی به صورت پله پله این مراحل رو
کامل نشون بدیم. خب وقتی که ما وارد سیستم حسابداری شدیم، حالا منو انتخاب واحدمون رو انجام دادیم، حالا میتونیم طبق چیزی که داریم درسامون رو انتخاب بکنیم، یعنی انتخاب دروس رو بایستی داشته باشیم. پس یک کامپوننت دیگه من ایجاد میکنم به اسم انتخاب دروس. انتخاب دروس چه موقعی انجام میشه؟ انتخاب دروس وقتی اجرا میشه که امور شهری انجام شده باشه. پس من انتخاب دروس رو از طریق امور شهری بررسی میکنم. من دروس هم انتخاب میکنم. قبلش وارد منوی انتخاب واحد شدم. منوی انتخاب واحد اجرا شده. سیستم حسابداری کار خودش رو انجام داده. دروس انتخاب شدن. وقتی که دروس انتخاب میشن از طریق سیستم حسابداری و امور شهری دیگه من اوکی هستش، مشکلی نداریم، صدور برگ انتخاب واحد رو داریم. صدور برگ انتخاب واحد هم منوط به اجازه سیستم حسابداری هستش، یعنی سیستم حسابداری باید تایید میکنه که شهریه واریز شده. پس من یه دونه کامپوننت دیگه ایجاد میکنم به اسم صدور برگ صدور برگ انتخاب واحد منوط به تایید سیستم حسابداری هستش، یعنی باید سیستم حسابداری کارش رو انجام داده باشه تا من بتونم این کار رو، برگ انتخاب واحد رو صادر بکنم. پس چون سیستم حسابداری بایستی قبلش انجام بشه، من فلشی که میکشم به این صورت هستش. یک کامپوننت دیگه میخوام به اسم بانک اطلاعاتی. وقتی که برگ انتخاب واحد صادر شد، باید تمامی اون اطلاعات وارد بانک اطلاعاتی شما بشن. بعد توی اون بانک اطلاعاتی، توی اون سرور سیستمیتون مشخص بکنه که دروسی که شما انتخاب کردید چه چیزایی هستن و براتون ثبت نهایی بشه. یه مقداری منوهامون رو جابجا میکنیم. یه کامپوننت دیگه اضافه میکنم. اسم این کامپوننت رو بانک اطلاعاتی قرار و با استفاده از ابزار دیپندنسی مشخص میکنم که بانک اطلاعاتی وقتی که درش سیو میشه اطلاعات انتخاب واحد که برگ انتخاب واحد صادر شده باشه و تاییدیه نهایی رو گرفته باشه. خب رابطه دیپندنسی باعث میشه که نگهداری برنامه برای ما ساده تر بشه، چون برنامه نویسا میدونن که مثلا کدوم فایل بایستی قبل از فایل های بقیه اجرا بشن و به وجود بیان. در این صورت به این صورت هستش که هر تغییری که در صدور برگ انتخاب واحد صورت بگیره بایستی در بانک اطلاعاتی هم انجام بشه، چون اینا به هم دیگه وابسته هستن. اگر که با استفاده از دیاگرام های کامپوننت میتونن به راحتی سیستمشون رو مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار بدن. وقتی که ما حالا کامپوننت نمودار کامپوننتمون رو کشیدیم یا همون ابتداش، روی کامپوننتمون وقتی که کلیک میکنیم پنجره اسپیکیفیکیشن مربوط به اون کامپوننت برامون نشون داده میشه. ما با استفاده از توی قسمت نیم که نام اون کامپوننتمون مشخص میشه، با استفاده از استروتایپ مشخص میکنیم که استروتایپی که میخواییم تعریف بکنیم برای این کامپوننت از کدومشون هستش، که معمولا خالی میذاریم. در قسمت لنگویج، در این قسمت معمولاً زبان پیاده سازی این کامپوننت رو ما مشخص میکنیم. مشخص میکنیم که در زمان ایجاد کدشون بر اساس کدوم یک از این زبانهای برنامه نویسی کد ایجاد بشه. مثلا من اینجا ANSI C++ رو انتخاب میکنم. در قسمت دیتیل ما یه قسمت وجود داره به اسم دیکلریشن که میتونیم تعریفایی که مربوط به کامپوننت ها هستن رو وارد بکنیم، مثل نام کلاسمون، متغیرهامون، دستوراتی که احتیاج داریم و حالا قسمت‌های دیگه که وجود داره. من اپلای و اوکی رو میزنم. قسمت ANSI C++ رو برای تمامی کامپوننت هام مشخص میکنم و انتخاب میکنم. به این ترتیب من یک نمودار کامپوننت برای یه دانشگاه و برای قسمتی که مربوط به انتخاب واحد هستش رسم کردم و ایجاد کردم. امیدوارم که از این قسمت هم نهایت استفاده رو برده باشید. در قسمت بعدی در مورد نمودارهای دیپلویمنت با هم دیگه صحبت میکنیم. دیپلویمنت دیاگرام ها.